سی کتاب معروف به ام الکتاب که رساله ای کوچک مشتمل بر نقل قول هایی از امام باقر و امام صادق از جانب ابوالخطاب است، به تنهایی ژرفنای علم کلام و هرمنوتیک را تا سرحد جادو و معجزه به نمایش می نهد که متاسفانه علمای ما به دلیل عدم درکشان از این اثر آن را انکار می کنند، ولذا این کتاب هنوز هم قاچاق و ممنوع است و اثری زاله به حساب می آید. این تنها هنر ما شیعیان در قبال مدرسه امام صادق و پسرش اسماعیل و پدرش امام باقر علیه السلام است. به یاد سخن علی علیه السلام می افتیم که مردم ادابت می کنند با آنچه که نمی فهمند. 31. مدرسه امام صادق اقیانوس جوشانی از علم لدنی بود که متاسفانه مهمترین میراث و گنجینه تولید شده از این مدرسه به دست اسماعیلیه افتاد و در تاریخ گم و گور و دفن شد، همانطور که خود اسماعیلیه دفن گردید. ولی با همان آثاری که باقی مانده میتوان آن را از نو کشف و استخراج نمود، همان کاری که اروپاییان میکنند. 32. بخش عمده ای از نخبگان مراکز علمی غرب شبانه روز بر روی متون کهن اساطیر یونانی خود کار میکنند و از آن دریایی از تئوری های فلسفی و روانشناختی استخراج میکنند، ولی ما مسلمانان چشم به غرب دوخته ایم تا آنها مسلمانی ما را کشف و تولید کنند و به ما صادر نمایند. 33. همان بخش از احادیث منسوب امام صادق هنوز گنجی کشف نشده و مدفون است که مقادیری از آن در اصول کافی مندرج است و بایستی محققین دلسوخته ما جدن بر روی آن کار کنند. تمدن اسلامی فقط از این طریق احیا شدنی است و برای چنین کاری ایمان عاشقانه می خواهد که متاسفانه در ما بسیار نادر است، زیرا حتی علمای دینی ما هم باطنن مفتون علوم اروپایی هستند و تمام هنرشان این است تا ثابت کنند که اسلام هم علمی است، یعنی غربی است، و جدیدن ثابت می کنند که اروپا هرچه که دارد از اسلام است، که این خود شرمساری ما را صد چندان می کند. زیرا در این صورت بایستی دست از غرب ستیزی برداریم و تمدن غرب را ملاک مسلمانی قرار دهیم. گیرم پدر تو بود فاضل، این مسلمانی نیست بلکه غیرت جاهلی است و عین کفر.